салоиддин раббони вазири умури хориҷии афғонистон гуфтааст ки мехоҳад амрико барои мубориза бо толибон ва гуруи бано давлатиислом ба афғонистон нирои бештар бифиристад салоиддин раббонӣ дар ин бора дар шаҳри вашингтон ва рӯзи 2д март суҳбат карду барои ширкат дар як конфронсаи байнамилалӣ дар мавзӯи мубориза бо террориз ба амрико рафтааст дар ин бора субате дорем бо жакфар аҳмадӣ ҳамкорам аз ради афғонистони озод жакфар хушомадедазри атшдаоао بیانیه وزیر کره خارجه افغانستان یگان اظهارات پخش کرده است واکنش داده است یا نه پیش از اینکه به این موضوع من بپردازم در حال حاضر 8400 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند اما ظاهرا به با باور مقام های افغان شمار موجود سربازان امریکایی در افغانستان در جنگ علیه تروریسم کافی نیست تا که شما هم گفتین صلاح ربانی وزیر خارجه افغانستان هنگام دیدار از امریکا گفت که از حکومت ایالات متحده امریکا می خواهد تا برای مبارزه علیه طالبان و دیگر گروه های تروریستی از جمله داعش باید سربازان بیشتر به افغانستان بفرستد هرچند تا هنوز اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا در این مورد به گونه رسمی تبصره نکرده البته در ارتباط به خواست آقای ربانی اما پیش از این جنرال عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان منظور کماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان گفته که برای مبارزه علیه تروریسم و گروه های شورشی از جمله طالبان و القاعده باید سربازان بیشتر به افغانستان فرستاده شود و با چند هزار سرباز نیاز هست همچنان پیش از این جنرال ووتل قماندان قماندانی مرکزی امریکا هم گفته که در مبارزه علیه تروریسم احتمالاً به نیروهای بیشتر در افغانستان نیاز هست البته دو سناتور ارشد امریکا هم جان مکین و لنسی گراهام خانه اعضام نظامیان بیشتر امریکایی به افغانستان شدند. خوب، آیا مقامات افغانستان انتظاراتشان از کنفرانس بینمللی اون کشورهای اطلاف کشورهایی که برزیده گروه دشت افغان دولت اسلامی می جنگند چی هست و آیا تو کجا افغانستان تو امروز شاید جنویت های این گروه دشت افغان شده است؟ تبریک شما هم پیشتر اشاره کرده این وزیر خارجه افغانستان برای شرکت در کنفرانس کشورهای عضو اطلاف ضد داعش بر رهبری ایالات متحده ای امریکا در واشنگتن است ما دیشب صحبت داشتم با خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این مورد آقای آزاد گفت که انتظارشان از تمامی اشتراک کنندگان این کنفرانس است که برای جلوگیری از ادامه تمویل داعش در کشورهای مختلف بخصوص افغانستان باید راه های شود می پردازیم به فعالیت داعش در افغانستان ظرف ماهای اخیر چندین حمله مرگبار در بخش های مختلف افغانستان صورت گرفته که مسئولیت برخی از این حملات را جنگجویان داعش به عهده گرفته در تازه ترین مورد حمله صورت گرفت بر شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل البته داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت حمله که به گفته وزارت دفاع افغانستان بیش از 50 کشته بر جا گذاشت хуб бубинед агар рӯ биёрем ба ҳузури ҷангиёни доиш дар афғонистон гузоришҳо мухталиф дар ин замина ҳастанд дар баъзе гузоришҳо гуфта мешавад ки теъдоди онҳо хеле зиёд аст дар баъзе гузоришҳо баръакс мегӯянд ки бениҳоят кам аст аз рӯи маълумоте ки шумо доред оё теъдоди ҷангиёни гурӯҳи давлати исломӣ воқеан зиёд аст агарҳа дар кадом минтақаҳои афғонистон астнд ما چند روز پیش صحبت داشتیم با یکی از مقام های حمایت قاطع ناتو در افغانستان این مقام برای ما گفت که شمار جنگجویان داعش در افغانستان نسبت به ماه گذشته کاهش یافته اشاره کرد به حضور جنگجویان داعش در ننگرها رو گفت که در حال حاضر 700 جنگجوی داعش در ننگرها رو حضور دارند و به اساس گزارش ها اکثریت جنگجویان داعش در شرق افغانستان فعالیت می کنند اما گزارش های در مورد حضور جنگجویان داعش در برخیدگی از مناطق افغانستان از جمله شمال هم پخش می و اخیرا مقام های جوزجان گفتند که جنگجویان داعش دو زیارتگار در این ولایت آتش زدند تشکر برای صحبت سلامت باشید یه میشویم می شویم به ما پاسخ می دادن همکارمون از رادیو افغانستانی آزاد جکفر احمدی خوش آمدید